بینندگانی گرامی خوش آمده به برنامه خبری تلویزیونی آسیای مرکزی. با شما ملوین منظر و سرخطی برخی از مهمترین خبرهای روز. سابق وزیر و صاحب کار موفق را نیم عصر زندان انتظار است. نیم میلیون شهروندان تاجیک از تاجیکستان کوچ بستند. وارد شوی غیرقانونی ویتامین های کودکانه از چین به تاجیکستان. نخستین جشنواره بین المللی مسکو بخشیده به قرآن کریم. ناکامی فوتبال بازان تاجیک تیم ملی را در ردبند فیفا نوزینا پایان فراوردند. سودی اولی جمهوری تاجیکستان و سابق وزیر صنعت جمهوری تاجیکستان زید سعید و 25 سال حکم زندان و ایلاوه بر این جریمه بر مبلغ قریب 5.5 میلیون دلاری آمریکایی و مصادره همه دارایی های باقی مانده اعلان کرده است. یادآور میشویم که زید سعیدوف سابق منصبدار عالی رتبه و صاحب کار موفق تاجیک پس از تصمیم تأسیس حزب سیاسی تاجیکستان نو با مشکلی روبرو شد. با گفته خود زید سعیدوف همه پرونده ها علیه او بعد از تصمیمش سر زدند. بالاخره سودی عالی تاجیکستان با اتهام یک قطار قانون ویران کنی ها او را با مهلت 25 سال روانه زندان کرده است. پس از مدتی چند عیبدار کننده دولتی دوباره سعیدوف را به دادگاه کشیده و طلب 25 سال دیگر زندانی را کرد. شماره زیادی اهالی تاجیکستان طرفدار آن است که کشور را گذارد و به دیگر کشور تا ابد کوچ بندد. تاجیکستان که بیش از 8 میلیون اهالی دارد، شروع از سال 1992 بیش از نیم میلیون اهالیش از زیستن در این کشور را تماما دست کشیده است. این نقطه را کارمندان آمار جمهوری تاجیکستان در نشست مطبوعاتی ذکر نمودند. باید قید نماییم که به این تعداد آن نفران داخل می شوند که در برابر شهروندی تاجیکستان شهروندی دیگر کشور را نیز دارند و یا تماما از شهروندی تاجیکستان دست کشیدند. بسیاری از این شهروندان برای استقامت دائمی روسیه را انتخاب کردند که بیش از 80% آنها در فدراسیه روسیه زندگی می کنند. ساکنان تاجیکستان که در چهارچوب برنامه هموطن به روسیه می روند کمک پولی یک دفعه نمی گیرند. این کمک پولی ها به سری هر روزوی اویله 20 هزار و بر سرداری اویله 60 هزار روبل است. روسیه این مبلغ را به آن خاطر به شهروندان نوش میدید که آنها تا پیدا کردن جای کار و منزل زیست به مشکلی روبرو نشوند. موج اول کوچبست ها اساساً از متخصصان ساحه طب، هوانورد ها، فیزیک ها، معمار و مهندس ها و دکتر و نامزد های علم عبارت بود که با رفتن آنها خلایی بزرگ در اقتصاد خواجگی خلق تاجیکستان ایجاد شد. اکثر تاجیکان که روسیه را وطن دوم انتخاب کردند میگویند هرچند آنها شهروند برابر حقوق روسیه هستند و شناسنامه آن کشور را دارند، اما حالا نیز مانع بین خود و مردم مقیمی را احساس میکنند. آنها میگویند مناسبت روسها با تاجیکهای شناسنامه دار از برخورد با مهاجران کاری یا موقتی چندان تفاوت ندارد. تمام نفع محصولات شیرینی چین یعنی ویتامین های کودکانه به تاجیکستان غیر قانونی وارد می شود، گفت عبادالله قربانیان. در اومی ایول عبادالله قربانیان رئیس تاجیکستان در نشست خبریش از واردات این نوع شیرینی به تاجیکستان اظهار نگرانی کرده است که این نوع محصولات از چین به تاجیکستان با راه قانونی وارد نمی شود. تلاش این نهاد برای پیشگیری از وارد کردن آن به کشور بی نتیجه می باشد. با گفته او آنها 7-8 سال می شود که برای وارد کردن آن به تاجیکستان تلاش دارند، اما آنها را با راه های غیر قانونی وارد می کنند. اینچنین این مقامات بلندپایه تاجیکستان می گوید که وقتی کارمندان نهادشان به نزد فروشنده ها می روند محصولات را پنهان می کنند، ولی دور شدن زمان به فروش می گذارند. عبادالله قربانیان از ساکنان خواهش کرد که اصلا از این محصولات های شیرینی برای کودکانشان نخرند، زیرا آن با طلبات بازار استعمالی و استاندارد جوابگو نیست. برخی از خبرهای مهم منطقه را کوتاه یادآوری میکنیم. در ظرف 8 روز گذشته در آبانبارها و دریاهای تاجیکستان غرق شوی و خودکشی شهروندان به 24 نفر رسید. بنا به معلومات وزارت حالت‌های فوق‌العاده شماره عمومی قربانیان غرق شده 10 نفر، باقی مانده خودکشی صادر کردند. رئیس جمهوری ترکمنستان گوربانگولی بردی‌محمدوف بر اساس بسیار بودن کمبودی‌های جدی در کارها معاون سروزیر، وزیر اقتصاد و وزیر ساختمان ترکمنستان را از کار آزاد کرد. در مکتب‌های تاجیکستان تعداد آموزش ساعت‌های زبان روسی و انگلیسی زیاد شد. این درس‌ها در دایره برنامه مخصوص گذرانیده می‌شوند. دیروز در بینای خبرگزاری ریا نوستی کنفرانس نمایندگان واسطه اخباری اوما برگزار گردید. این کنفرانس بخشیده به اولین جشنواره بین المللی مسکو که از 11 تا 17 ایول می‌گذرد برگزار گردید.
در این کنفرانس معاون رئیس شورای مفتیهای روسیه روشن عباسوف، مشاور فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو رضا مالکی، نمایندگان واسطه اخبار عامه روسیه، آسیای مرکزی همچنین تاجیکستان اشتراک کردند. موضوع اساسی این جشنواره نقش اسلام در تحکیم همکاری بین ملت‌ها در روسیه، اهمیت همکاری فرهنگی و همچنین مبارزه بر ضد افراط‌گرایی و تروریسم بین‌المللی میباشد. در جشنواره مذکور شخصان دعوت کرده رسمی از تاجیکستان شرکت خواهند ورزید. ناکامی آخر فوتبال بازان تاجیک باعث باز هم به زینه پایان افتیدن تیم ملی تاجیکستان در رتبه‌بندی فیفا گردیده است. اکنون تیم منتخب کشور در جای 148 قرار دارد. در این بازی ها جای اول را ارجنتینا به دست آورد. از بین کشورهای پس از شوروی زینه های بلندتری را در ریتینگ فیفا اوکراین با جای 27 و روسیه با جای 28 به دست آوردند. میان کشورهای آسیای مرکزی تاجیکستان سیوم است، چون که قزاقستان در زینه 142، ترکمنستان 152 و قرغیزستان در مقام 157 جای گرفتند. قهرمان غیر رسمی فوتبال آسیای مرکزی ازبکستان است که در رده‌بندی فیفا در زینه 75 قرار دارد. بینندگان گرامی، چنین بودن برخی از مهمترین خبرهای روز. همچنان با ما باشید. خدایا رو نگهدارتون.